با یه برنامه دیگه از جوان شو باهاتون هستیم که کار مشترکی از پارسیوان و رادیو جوان هستش. این هفته جای همتون خالی اومدیم فوتبال. همونطور که خیلیاتون میدونین غیر از اینکه خوردن غذاهای خوشمزه یکی از علاقه مندی های ما در کار روزانه هستش، ما بچهای پارسیوان و جوان مخصوصا ورزش هم یه قسمت عمده از کارامون هستش. امروز هم واسه همین تصمیم گرفتیم بیایم فوتبال. دیجی دستین تو هستش، داره بازی میکنه، هوای دروازه رو داره. من تازه رسیدم، بعد برم یه ذره گرم بکنم تو این فاصله، بعد یه ذره انرژی بگیریم تا منم گرم بشم. بریم آهنگ اول با هم گوش کنیم که مال رضایا هستش و اسم آهنگش هم هستش خوش به حاله. این همه قلب منو تو بازی دادی، هر وقت که تنها بودی یادم افتادی، هر جوری دلت میخواست با من تا کردی، من واسط میمردم تو اشتباه کردی. هر روز و هر ثانیه به یادت هم این حسم نسبت به تو، نمیشه کم، خیلی چیزام هست که نه نمیشه بگم، نمیتونم بگم. بعدی که براتون انتخاب کردم این هفته مال مرتضی پارشایی هستش به اسم روزای سخت، که فوق‌العاده تو رادیو جوان پرطرفدار بوده، همه خیلی دوستش داشتن. بریم با هم این آهنگو گوش کنیم، امیدوارم که شما خوشتون بیاد. بارون صدای احساسه، نمه بارون چشاتو میشناسه، تو رو از دست دادم توی لحظه آدم دنیاشو میبازه، سکوت این خونه آخه غیر از خدا کی میدونه، تو دلم آتیشه با تو بهتر میشه حال این دیوونه. خب آهنگ بعدی که براتون انتخاب کردم از علی پهلوان هستش که همونطور که خیلی هاتون میدونین عضو آریان بند بوده و آهنگی هم که داده بیرون یه آهنگ قشنگ و لطیف هستش، دقیقا هم حالت یه هم آهنگی که ازش انتظار داریم هستش، خیلی قشنگ هستش. اسم آهنگ هست خاطره های سوت و کور. بریم با هم گوش کنیم. میخواستم که از تو حرفات بفهمم، نفهمیدم، شایدم باید تو چشمات میدیدم، نمیدیدم، به خودم گفتم که فرقی نداره، آخرش یکی باید با پیش بذاره، اومدم همه چی رو بهت بگم ولی باز شک کردم، نمیدونستم حالا باید برم یا برگردم، ترسیدم که منو دست کم بگیری، بری این دل خوشیرم ازم بگیری، چی میشه تنهام نمیذاشتی، تو همه کاش دوستم داشتی، تو همه کاش دوستم داشتی. اینجا چی شده؟ توزیه رو چی شده اینجا؟ توپ گیر کردم حالا. حالا بگو این همه توپا فقط باید با هم رو بازی کنم. خب من دیگه گرم شدم، آمادم که برم تو. آهنگ آخر این هفته هم که براتون انتخاب کردم از امیر رسید و میلاتی هستش به اسم زندگی من. بریم با هم گوش کنیم که من برم بازی. قلبم تو میتپه وقتی میخندی، نامنظم میزنه وقتی میبندی، اون چشما تو رو به همه، فقط حواست به منه، لجبازی نمه و عاشقتم مسلمه، یه حدیدی زد به سرم، دیونه یه در به درم، خیلی خواست دوست دارم و من عاشق در به سرم، واسه با تو بودم همه دنیا مو میدم، تو خودت خوب میدونی از همه دل بریدم، قسم به هر چی که هست دیونه یه چشماتم، بدون عاشقت منم تا تهش با هاتم. به نظرم اگه وقت برنامه یه مقداری بیشتر بشه از لحاظ محتوا و آموزشی هم یه مقدار بارش رو ببرید بالاتر. بذار من این توپو بگیرم.
سلام، دیجی داستین هستم. یه بار دیگه با یه برنامه جدید جیوان شو موزیک ویدیو اول این هفته رو ببینیم. سیاوش قمیشی، محبت سیاوش قمیشی. من میگم اگه میخوندم واسه خاطر دلت بود، تو میگی طلوع من باش خیلی زوده واسه بدرود. من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت، تو میگی زندگی اینه درد تو درد محبت. خاطرات من بود توی نام گفته بودی، مثل باد بی سر زمینی دنبال خودت میگردی، خواب بارونو میبینی. به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه. به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه. من ترک وطن بود، تو میگی صدات همیشه متن خاطرات من بود، توی نام گفته بودی مثل باد بی سر زمینی دنبال خودت میگردی، خواب بارونو میبینی. به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه. به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه، نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه. موزیک ویدیو دوم حمید صفات به نام چه، خیلی قشنگه، حالت داستانگویی داره موزیک ویدیو، آهنگش هم خیلی خوبه. اینم به خیر گذشت، زد تو اوت. آره داشتم میگفتم حمید صفات به نظر من خواننده خیلی خوبیه که قابلیت این داره که یکی از رپرهای خیلی بزرگ بشه. اینو با هم دیگه نگاه کنیم و برمیگردیم. La 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 la
شهر کیست، حاجت به چیست، باور که نیست، یه عاشق بیست، جواب منو بدید، جهاد منو ببین، این بود هدف و راه، چم راه همت شیرکی ها، شما ها چی میگی ها، حرف و دردم چی میگی ها، من میخواستم جوون منگ و بنگ و چت و چیلی و پای، بزن و هی به چاخ، به همه مسئله هات، به همه هدف و رات، به همه غیرت و داد، اسمت، خواهر، مادر، باور، ناموس، آخر، بی ناموس، با هر، توهمی به باد، تعفنه با همه به خواب رفتید، خونجوشان نی، همه گی قلب و لختید، ای وای مادرم، تنه های عالمم، سرما و درد های لحظه های آخرم، حرف های امروز، ترک شای توتنم، عالم آتش بود، غم من هر بار، مرد و حوث زن شوهردار، ببین من مریضم، منو صدا کن از تای قلبت هم عزیزم، منو صدا کن من نریزم، من میپاچم، من بریدم از اون تعطیلاشم، منو نگاه کن از همیشم، تنها سرم توی جادم، تنها منم توی، باور من ندارم توی آخر، من کجاشم، رفتم تای قلبم، حرفم دردم، جنگم دخ مغزم در گرفت و هی گفتم میام نرفتم، همه خوردن من نخوردم، همه بردن من نبردم، بازندم ولی بازم من، بازم من، بله بله چشم، من در اسرع وقت با شما تماس میگیرم. اسرع وقت کیه؟ به زودی دیگه آقا، من با تون تماس میگیرم. چشم چشم، شما نگران نباشید. باشه باشه حتما. چرا اونجا؟ این جاش همین توه، زده آبه دیگه، حالا چه فرق میکنه؟ طلبکارت بود؟ والا خب دوستان عزیز، ما متاسفانه روز ضبط برنامه که تو سالن فوتبال بودیم نرسیدیم با مهمونمون هماهنگ کنیم، مصاحبه رو باهاش ضبط کنیم. یه روز دیگه اومدیم، ولی بهتون قول میدم مهمونه خیلی خوب داریم این هفته. سیروس کردونی، کارگردان تلویزیون، تبلیغات و موزیک ویدیو. خب همونطور که گفتم سیروس کردونی عزیز رو با خودمون داریم، کارگردان تلویزیون، تبلیغات و موزیک ویدیو. سلام سیروس جان، حالت چطوره؟ قربونت داستین جان، درود بر تو و بیننده ها و شنونده خوب تو. خب سیروس جان، کم و بیش همه با کارات آشنایی دارن و تا حدی خودتو میشناسن، ولی سیروس کردونی یه میستری داره همیشه کاراکترش و شخصیتش. اول از همه داره شایعه درست میکنی. نمیدونم، میستری که نمیتونم بگم، ولی خب شاید بعضی وقتا خودم حس میکنه که با بقیه فرق داره. این چیزیه که فقط آدم بهش عادت بکنه و سعی کنه باش. خود من سعی کردم عادت بکنم و استفاده درست بکنم، بیارمش تو خلاقیت. میستری نمیتونم اسمش بذارم. یه بایوگرافی کوتاه از خودت بده، کجا به دنیا اومدی؟ کجا زندگی کردی؟ کجا بزرگ شدی؟ من خب تهران به دنیا اومدم، تا 10 سالگی اونجا بودم، بعد رفتم سوئد، همشهری خودت بودم داستین جان، تا
21 سالگی. 23 سالگی هم تو واسه تفریح اومدیم آمریکا و بدون اینکه بخوایم و فکر بکنیم دیگه موندگار شدیم. عکاسی برداشتم تو مدرسه، خیلی از عکاسی خوشم اومد، گفتم مدرکمو بگیرم بعد شروع کنم یه کمی هم کار کنم، تجربه پیدا کنم. باعث شد که همینطور کم کم دیگه موندم و الان 16 سال شد فکر کنم. سیروس تو اولش که وارد این کار شدی احتمالاً با کارگردانی شروع نکردی. میخوام بدونم اولا چی شد اومدی تو این کار و با چه کاری شروع کردی؟ از کجا شروع کردی که الان به اینجا رسیدی؟ اینجا که اومدم یه کلاس عکاسی برداشتم، فکر میکردم جالب باشه و واقعا مثلا جالب بود. از اونجا از عکاسی خوشم اومد و دیگه رشتمو کردم عکاسی و همزمان شروع کردم کار کردن، کارهای گرافیک دیزاین و عکاسی توی استودیو. اونجا به قول معروف رئیسم صاحب استودیو کارهای میوزیک ویدیو میکرد که نگاه میکردم ادیت کردن و اینا، خیلی علاقه من شدم. خودم واسه بازی شروع کردم یه دوربین خریدن و یه شوی تلویزیونی خودم رو درست کردم. این صحبت 14 سال پیش اگه اشتباه نکنم یا 10 سال پیش، همچین چیزهای دیگه یادم میره. یه شو درست کردیم به اسم دیو شو که هفتگی پخش میکردن از تلویزیون تماشا، فکر کنم اسمش بود. این باعث شد که من دیگه ادیت رو یاد بگیرم و شروع کردم کتاب خریدن و خودم به خودم شروع کردم یاد دادن و بعد دیگه روی صحنه رفتن و یه چند تا کلاس برداشتم. ولی هیچ وقت قصدم این نبود که کارگردان، یعنی اون موقع قصدم این نبود که کارگردان بشم. همینطور بازی چند تا کار کردم که پخش شد و یه سری از خواننده‌ها خوششون اومد، شروع کردن با من همکاری کردن. بعد از یکی دو سال از این کارهای غیر حرفه‌ای کردن یهویی به فکرم زد خب چرا که نه، شروع کنم حرفه‌ای این کار رو انجام بدم. که دیگه بعدش اونجا بود که دیگه شروع کردم یکمی کتاب خوندن و یه دیده دیگه جدی به داستان نگاه کردن. با چند تا از کارگردانای دیگه که سیرو صحبت می‌کردم گلگی می‌کردن، می‌گفتن که هنرمندای ما یا آرتیستای ما از اون اول تا نتیجه کار خیلی دوست دارن که کنترل بکنن و در نهایت نتیجه کار از دید ما نمیشه، یعنی کارگردان نمیتونه اون کارو از دید خودش بده بیرون، که بایست هم اینطوری باشه. آیا تو هم همچین تجربه‌ای داری؟ چجوری بوده کار کردن با آرتیست‌های ایرانی؟ ببین اینطوری هست، ولی از مثلا اینکه بخوای بگی فقط ایرانی اینطوری هم درست نیست. آرتیست‌های غیر ایرانی هم هستن که اینطوری هم اکثریت، ولی بیشتر خب من با آرتیست ایرانی کار کردم، اکثریت اینطوری هم میشه گفت. متاسفانه خوشبختانه تکنولوژی هم الان انقدر ساده و ارزون شده، در دسترس همه هست، همه یک دانش خیلی کوچیکی در مورد این داستان دارن. یعنی اولین چیزی که مثلا میپرسن با چه دوربینی میگیری، 70 مثلا میگیری، که دیگه اون باید خیلی بدونی که بخوای بپرسی دوربین چیه، واسه کجا استفاده میشه. اسم دوربین رو دونستن تنها کافی نیست. به نظر من آدم وقتی با کسی کار میکنه، خیلی هم میان مثلا با من یه آهنگ 6 و 8 شمنم یه بندری میدن، میگم بیا با هم ویدیو درست کنیم. میگم خب چرا میخوای با من درست کنی؟ کارهای منو نمیشناسی، سلیقه منو نمیدونی، که مثلا این کاری نیست که من بتونم خوب بکنم، چون علاقه ندارم بهش. یه کمی این چیزا هستش، متاسفانه دخالت‌های زیاد هستش، دخالت‌های بیجا هستش. یه دلیل اینه که من الان میگم من این یه سال آخر یه دونه ویدیو بیشتر درست نکردم، یعنی اصلا خودم از کار کشیدم کنار و نمیخواستم این کارو دیگه انجام بدم. الان دوباره برگشتم توش، ولی به صورت هابی، یعنی فول تایم نیست. ماهی یه دونه ویدیو شاید درست کنم. یه دلیلش این بود که از کار زده شدم، از انقدر دخالت توی کار بود دیگه هیچ کارا هیچ شکلی به اون چیزی که من دوست داشتم نداشت، هیچ شباهتی، هیچ اثری از خودم توی کارا نبود. باعث شد از چیزی که دوست داشتم و وقتم واسش میذاشتم زده بشم و دوری کردم به مدت یک سال از این کار. خب سیرو جان زیاد وقت نداریم، ولی من در آخر مصاحبه همیشه یه تایمی میذارم برای حرف آخر. اگه چیزی میخوای اضافه بکنی به این مصاحبه میتونی حرف دلتو بزنی. داستین جان حرف زیاد دارم بزنم، یه دونش که خیلی دوست دارم در مورد حرف بزنم طولانی میشه، حالا بعدن شاید یه مدل دیگه در مورد اون با هم صحبت کنیم. حالا چون شما هم جزو به قول معروف
دستندرکاران تلویزیون هستی، میخوام این حرف رو به دستندران تلویزیون ایرانی بزنم اگه اجازه بدی. شما بچه‌هایی که توی تلویزیون هستید، بخصوص حالا تلویزیون شما که کمتر، ولی کسایی که میوزیک ویدیو بیشتر پخش میکنن، یه خواهشی دارم که یه استانداردی بذارم برای پخش میوزیک ویدیو، نه خود میوزیک ویدیو بلکه موسیقیش، واسه اینکه میوزیک ویدیو یک وسیله واسه به گوش رسوندن موسیقی به گوش مردم، اون موسیقیه که حرف اولو میزنه. خیلی از موسیقی که امروز پخش میشه به دلایلی که من نمیدونم واقعا دلایلش چیه، هیچ استاندارد خاصی نداره، نه حرفی برای گفتن داره، نه سبک خاصی داره، نه رو اصولی هست. واسه همین اونم اشکال نداره. به نظر من همه نوع موسیقی باید پخش بشه و تشویق بشه، ولی اونا باید یه ساعت خاصی داشته باشن. موسیقیایی که به قول معروف موسیقی آماتورتر هستن، خیلی چی میگن کارهای حرفه‌ای نمی‌کنن، آماتوری به قول معروف اسمشو میذاریم، یه ساعتهای خاصی پخش بشه، نه اینکه شما میایید یک موسیقی مثلا از آقای سیاوش قمیشی پخش میکنید که میشه گفت یه اسطوره هست، یه آهنگساز، یه ملودی ساز خیلی خوب، یه وکالیست خیلی خوب، کنارش موسیقی آقای چه میدونم امیر پشه که شعرش خودش گفته، چه میدونم تنبکشو پدرش زده، اونم اشکالی نداره پخش بشه، ولی یه ساعت خاصی باشه که این دو هنرمند در کنار هم قرار نگیرن. این واقعا یه توهینه به کل موسیقی ایران به نظر من. سیروس جان ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی، امیدوارم که موفق باشی مثل همیشه. قربانت داستین جان، ببخشید که با این سر و وضع اومدم دیگه جلوی اسکایپ، امیدوارم دوباره این دفعه که اومدم دوباره هم نزدیک ببینمت. قربانت، خداحافظ. قربان. خب اینم از مصاحبه این هفته، ولی قبل از اینکه بریم ادامه برنامه، یه کار مهمی هست که باید انجام بدیم. سارا لیست برنده های اون مسابقه کوچولویی رو که ما تو قسمت 13 جیوان تر کرده بودیم و تهیه کرده. بالاخره لیست تهیه شد. البته ما یه مشکلی داشتیم، نمیدونستیم چجوری با این دوستان ارتباط برقرار بکنیم که بتونیم جایزه هاشون رو به دستشون برسونیم. حالا این راه رو پیدا کردیم. سارا بهتون میگه دقیقاً چیکار باید بکنین. اول میخواد لیست رو اعلام کنیم سارا که کیا برنده شدن؟ اول اسم رو با تشکر میکنیم ازشون. بچه ها واقعا اومدین، وقتتون رو گذاشتین، ممنون. و همین که ما میبینیم برنامه رو نگاه میکنیم و توجه داریم به برنامه، ما وقت رو گذاشتین، اومدین برای ما کامنت گذاشتین، توی مسابقه شرکت کردین، برای ما ارزش داره. تو مسابقه های بعدی هم ما خواهیم داشت، تو اونام لطفا شرکت بکنین. حالا بریم اسامی رو بخونیم که بعد میخوای پنج تا اول شما بخون بعدش من بخون. میخوام من یه ذره سرما خوردم، همشو شما بخون. من بخونم باشه سر. خب لیست برنده های اولین مسابقه جیمون شو چون بزرگش کنی. البته جایزه همون گندگی نیست، کوچول انقدر. نمیخوای بگی جایزه چیه؟ چرا؟ جایزه اولین میکس، دنس میکس جیوان هستش که دی جی داستی. بله، اختصاصا فقط برای شما تهیه شده. البته اگه بعد خودتون اینو کپی کنین بدین به این ور اون ور زیاد میشه، ولی این 10 نفر شما اولین نفرایی هستی که این دنس میکس به دستتون میرسه. یک میکس یک ساعته که میتونین تو ماشینتون بذارین، تو مهمونی ها بذارین، دیگه همه جا استفاده کنین. بهترین آهنگا و اون آهنگایی که ما توی برنامه معرفی کردیم و دنس میکس کردیم، یعنی قشنگ میکس شده پشت سر هم، نان استاپ یک ساعت میتونین استفاده بکنین و لذت ببرین. امیدوارم خوشتون بیاد. ناقابله. خب دوستان برنده، آرشام یا ارشام علی پنا، آقای اصغر حیدری، خانم منیژه طریقی یا تاریخی، آقای سینا زرگر، آقای آرمین معرف یا معرف، آقای امیر حسین نیک نفس، دنیا ها، دنیای اچ ای، احسان عزیزی، فرنوش، پوریا احمدی و پرپر.
شما لطف بکنید الان بهتون سارا میگه چی کار بکنید. عزیزایی که اسمشون خوندش الان دی جی داستین تبریک میگم بهتون که برنده شدین. شما لطف کنین مشخصات و ایمیل آدرستون رو برای صفحه فیسبوک فارسیوان مسیج بکنین، اینباکسش بکنین. لطفا مطمئن بشین که برای ما توی کامنت نمیذارین مشخصاتتون رو. وقتی ما مشخصات رو گرفتین براتون باهاتون تماس میگیریم و جزئیات که چجوری جوایز رو بخواییم به دستتون برسونیم و باهاتون در میون میذاریم. بازم ممنون از اینکه توی مسابقه شرکت کردیم. مرسی بچه‌ها، دستتون درد نکنه. جایی نرین، بریم ادامه برنامه رو با هم بدیم. بریم سالن فوتبال. نسخه جلیه این هفته، چیزی که هفته پیش براتون پخش کردیم و یادتونه، ادامه همونو پخش میکنیم که یه آقای راننده تاکسی هستن که بسیار با استعداد و خوش صدا هستن. بریم هم ببینیم. تو چرا دل رہے ہے کہیں تو نگہ گم باجی رو دل کا تیرے دنگے اگر خودم مرا جانی ہی نگای آمار گئی نگر خودم مرا تاری ہے تی کاغا تی کانی گا اے چورا توڑے گا توڑے گیڑا او میرا دنگ ہے پاچیرا دنگ ہے تیرو ہو توڑے گی آدھاگ چہانی تی منا تاڑ گی او میتارا تیرو ہو توڑے گی ہے ہاں जाड़गी है दिलगी तुम गए चखानी दिल गए चखानी दिल गए छप्पा गिरा उड़ी तोड़ी का तोमड़ी छप्पा गिरा तोमड़ी तोड़ी का तोमड़ी तगर को होला है दिल पकड़ को हटा है दिल चखानी की तेरा अमर कहा. آقا خیابون فری این هفته زاینده رود اصفهانو که میدونیم در حال خوش شدنه. این خیابون فری این ویدیو من خیلی تحت تاثیر قرار داد. یه پسر خیلی با شوق نشسته وسط خشکی زاینده رود داره ستار میزنه و برای اصفهان میخونه. اینو با هم دیگه ببینیم و چهرگان سلام مور شهر پرش و کوه اسر چنستون پر و زن به چاد دوغش گر شد از کفت یا موره بی وفا کن کنار هزینه میذاریم واسه این برنامه ها شکی نیست، ولی یه مجری شیطون دختر خیلی جذاب‌تر میکنه این برنامه رو. خب راست میگه دیگه، ما دخترشو داریم، شیطونی کن دختر شیطونی باش. آخه راستش از بچگی پدر مادرم بهم گفتن که دختر باید خانوم باشه، سر و صدا نکنه خیلی توی جمع در پابلیک، واسه همین باید خانوم باشه، با شخصیت باشه. واسه همین من یه مجری با شخصیت خانوم هستم، اگه اشکالی نداشته. سبا جان اینم سارا جواب شما.
امیدوارم راضی باشید. این تو نرگس بخونم. تو نرگس آره نوشته تو رو خدا اینا که تو برداختم با تو باشه. خانم نرگس من چشام ضعیفه نزنم باور کن نمیتونم بخونم الان اینا هم که نمیبینم هیچی اون عینک آفتابیارم که باور کنی میزنم اونو هم طبیه شیشهشو یعنی طبیه بعد میدم روش آفتابی کنم که بیرون بذارم آره ولی کلا چشام ضعیفه از لنزم نمیتونم استفاده کنم چشام حساسیت داره ولی خب دیگه الان برداشتم دیگه به خاطر شما خانم تو نرگس عینک هم نزدم دیگه امیدوارم راضی بشی. چند تا کامنت دیگه سوالم دیگه هم داشتیم ما تا وقت نمی کنیم بعد خداحافظی کنیم ولی ما این سوالا رو جواب دادیم میتونیم بریم توی فیسبوک فارسی بار ویدیوشو ببینین و جوابای ما رو هم گوش کنین. دقیقاً. خب به پایان یه برنامه دیگه از جیوان رسیدیم. لینک این برنامه در فیسبوک فارسیوان قرار میگیره طبق معمول میتونید تو قسمت کامنتش برین برامون نظراتتون رو بنویسین و همینطور مثل این دوستانی که اومدن سوال کردن از من و سارا سوال بپرسین ما جوابتون رو میدیم. هنوز ما منتظر همچنان و مثل همیشه منتظر ویدیوهای جالب شما برای نسخه جدید و خیابان فرعی هستیم. اگه دسترسی به این لینک ها برای تماشا براتون مشکل هست میتونین از VPN استفاده کنین هشتگ جیوان رو فراموش نکنین هشتگ جیوان و اینکه شعار ما همیشه در فارسیوان این هستش که موزیک با ماست موزیک همیشه با ماست همیشه در دروازه فوتبال توی استخر خلاصه دیدین که با من که همیشه هست امید دشت و صحرا واقعا امیدوارم با شما هم باشه چون واقعا ریتم زندگیه. حالا ما خواهیم اینو ببینیم اگه موقع موزیک گوش کردن از خودتون عکس قشنگی گرفتین یا فیلم گرفتین بر ما بفرستین بعد ما بعداً میگیم چیکار کنیم منتظر باشین. امیدوارم که هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. ممنون از اینکه با ما همراه بودین تا هفته دیگه برنامه دیگه جیوان.